لیلا جعفری رئیس مؤسسه مطالعات حقوق بشر برای صلح در افغانستان برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. خانم جعفری سلام بر شما، سپاس از حضورتان به طلوع نیوز، خیلی خوش آمدین. حرفای بارک اوباما را این که میگه ادامه حضور نیروهای آمریکایی بر افغانستان دلیلش این است که داعش در افغانستان وجود داره، چگونه ارزیابی میکنین حضور داعش در افغانستان و نگرانی های را که حضور این گروه در افغانستان به وجود آورده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر و تمامی بینندگان خوب برنامه شما. بله، حوادث اخیری که اتفاق افتاد که ما میبینیم که واقعا در طی سالهای اخیر علاوه بر طالبان و بسیار شبکه‌های تروریستی ما میبینیم که داعش هم شکل گرفت و در حال گسترش هست در تمام، یعنی میتونیم بگیم از آسیا و از شرق به طرف غرب داره دامنه از این گسترده میشه. و واقعا وقتی که مخصوصا حوادث اخیری که در اروپا اتفاق افتاد رو وقتی ما مطالعه میکنیم و میبینیم و وقتی که حملات اخیر که حملات تروریستی بود در چندین کشور از جمله فرانسه و چند تا کشور دیگه، اینها رو وقتی که مطالعه کردن پیشینه ازی و اون مسئله ای که ربط پیدا میکرد یا اون منشأ اصلی ختم شد به گروه داعش. گروه داعشی که با همو به اصطلاح شستشوی مغزی روی جوانها یا مهاجرینی که به کشورها اروپایی رفته بودن یا کسانی که از سالها قبل هم در کشورهای اروپایی بودن اما متاسفانه جذب گروه داعش شده بودن، ولی لذا این واقعا میتونه یک زنگ خطر باشه. یک زنگ خطری باشه که ایالات متحده آمریکا و کشورهای همکارش به این درک و باور رسیدن و واقعا حضور داعش در منطقه و در سطح جهان در حال گسترش و خطرناک است. هرچند از سوی گفته میشه که داعش داره تضعیف میشه، ولی از سوی دیگه هم میبینیم که ایالات متحده یک عزم راسخ و بیشتری رو برداشته برای مبارزه با نیروهای داعش. حالا بله. این عزم را در افغانستان چگونه میبینید؟ تاکید بیشتر سران آمریکایی به ویژه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیگر سران نهادهای امنیتیشان این است که مبارزه با داعش در افغانستان به گونه جدی به پیش خواهد رفت. بله، در افغانستان همینطوری که ما میبینیم چند وقت قبل رئیس جمهور هم دستور مستقیم حمله به نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان صادر کرد که عملا داعش رو از بین ببرن. اما کار آسان نیست. میبینیم افغانستان کشوری هست که در حال جنگ، او هم جنگ با چندین شاخه تروریستی هست که داعش رو میتونیم بگیم یکی از گروه های جدید تروریستی هست که هم نیرو و قوت خودش رو داره، عوامل خودش رو در بیرون و در داخل از کشور داره متاسفانه و خیلی تندروتر از شاخه های دیگه شبکه های تروریستی هست. لذا پس افغانستان به تنهایی نمیتونه با داعش مبارزه کنه، همینطوری که ایالات متحده آمریکا و کشورهای سایر همکار ناتو وعده همکاری داده بودند. پس اینها باز هم تاکید بیشتر در این راستا دارند که در تقویت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان کوشا باشند، سهم بیشتری بگیرند و تقویت بکنند نیروها رو، ولی از سوی دیگر نیروهای نظامی افغانستان در همکاری با نیروهای همکار و حامی خود اینها تلاش بیشتر و منسجمتری رو انشالله باید روی دست بگیرند تا بتونن ریشه های اصلی رو که البته در کشورهای همسایه هست، ما بیشتر به این باور هستیم و برخی شبکه های از افراد که افراد اونها که ابزار هستن در داخل پاکستان اینها رو از بین ببرن. حالا اشاره و بگونی هم بحث پاکستان هم مطرح شده و خواست امریکاست پاکستان همین بوده که در مورد همه گروه های حراس افغان بدون فرق گذاشتن و بدون تبعیض باید عمل کنه و ویژه داعش، شبکه خانی، القاعده و غیره و غیره که در پاکستان حضور داره. در مورد پاکستان چی فکر میکنید؟ واقعا پاکستان در این مبارزه به گونه جدی اقدام میکنه؟ متاسفانه پاکستان در طی سالهای اخیر ثابت کرد که نه، واقعا یعنی عزم راسخ با او امکانات و حمایت هایی که از کشورهای همکار خصوصا ایالات متحده آمریکا داشته اونطور که باید و شاید در راستای مبارزه و محو و از بین بردن شبکه های تروریستی در داخل کشور خودش انجام نداده. واقعا یعنی سیاست دروی رو بازی کرده پاکستان. ما میبینیم که واقعا تمام شبکه های تروریستی که شما فرمودین اسم گرفتین اینها عملا در داخل پاکستان فعال هستند.
جلب و جذب نیرو اینا دارن انجام میدن، تمام برنامه ها در اونجا ریخته میشه و واقعا اینا دارن حمایت های مالی میشن و این غیر ممکن است که شبکه استخباراتی پاکستان از این اطلاعات یعنی محروم بوده باشه و برای اطلاعات دسترسی پاکستان خواسته میشه تا مبارزه جدی انجام بده. این یک بحث بسیار مهم است. فکر میکنین که پاکستان با توجه به فشارهایی که بالاش وارد شده در این اواخر حداقل موضع‌گیریش تغییر میکنه نسبت به گذشته نمیباشه و این بار به گونه جدی تر از پیش در برابر این گروه ها اقدام میکنه؟ ببینید پاکستان هم دلایل خودش رو داره. هر باری که از پاکستان به خاطر ضعف و عمل نکردن صادقانه در مورد مبارزه با شبکه‌های تروریستی وقتی زیر سوال رفته از سوی ایالات متحده آمریکا، اینها همیشه دلایل قناعت بخش خود را داشته و داده و همیشه تذکر دادن و اینو گفتن که ما خودمان هم قربانی تروریسم هستیم. اما اینو فراموش نکنیم که پاکستان همیشه دو جانبه بازی کرده و تنش‌های اخیری که بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان به نظر ما شکل گرفته بار اولی نیست. ما حداقل 3 یا 4 بار قبل رو هم شاهد هستیم که اختلاف هایی بر سر مبارزه و محو از بین بردن شبکه‌های تروریستی در پاکستان صورت گرفت، اما به دلیل نیازی که این دو کشور به هم دیگه دارن، هر کدام همون نیازهای خود را به کشور مقابل دارن و لذا پاکستان ما فکر میکنم با یک سری امتیازات بیشتر گرفتن باز هم جلب رضایت ایالات متحده آمریکا رو به دست خواهد آورد و از کمک ها برخوردار خواهد شد. این امتیاز ها و کمک ها بگونی بر پاکستان فعلا قطع شده خانم جعفری و فشاران بالای پاکستان بیشتر شده. حتی نشست 4 جانبی هم که در این اواخر صورت گرفت میان کشورهای بگونی هم منطقه باز هم از پاکستان خواسته شد که موضع‌گیری خوب داشته باشه و امون راه برد خود را در برابر گروه های حراس افغان تغییر بده. حالا که آمریکا فشارهای تعداد بیشتر بر پاکستان وارد کرده، فکر میکنین که پاکستان واقعا تغییر میکنه یا خیر؟ ببینید ما متوجه سوال شما هستم، اما گفتم که مشابه ازیرا ما مشابه همین که فعلا کمک مالی خودش آمریکا به حالت تعلیق در آورده، ما حداقل 3 مورد قبلا رو هم شاهد هستیم ولی شاید به این شدت نبوده باشه. ممکن هست خیلی به صورت شاید پاکستان یک مدتی به صورت میگم سمبولیک باز هم حملات خود رو بر شبکه‌های تروریستی افزایش بده، ولی در نهایتش ما برداشت ما این هست که پاکستان برای فعلا به کمک های اقتصادی و سیاسی امریکا نیازمند هست. یعنی میگن که در مورد جدیت این اقدام در دراز مدت نه بر پاکستان اعتماد است و نه بر امریکا. سپاس گزارم. این زمان برای ما و شما ثابت خواهد شد. سپاس خانم جعفری، از شما در بس. سپاس. سلامت باشید.